با سلام خدمت هممیهنان عزیز، بینندگان محترم و همچنین سلام دارم خدمت شما آقای بنی‌صدر که در برنامه تاریخ آنگونه که روی داده است این امکان رو به وجود آوردید که بتونیم سوال‌های بینندگان عزیز رو با شما مطرح کنیم. با سلام به شما شنوندگان و بینندگان گرامی، هموطنان عزیز. آقای بنی‌صدر خدمتتون عرض کنم که سوالات متعددی به دست ما رسیده که اگر بخوام تک تک مطرح کنیم یک مقدار به اصطلاح زمان زیادی میبره، اینه که ما سعی میکنیم سوالها رو مجموعه کنیم. بخشی از سوالهایی که آمده و در ارتباط به شما هست اکثرا سانسورهایی است که این نظام کرده 30 سال 32 ساله که در حقیقت یک طرفه یک سری مسائل رو مطرح کرده که از طرف مقابل چه شما باشی چه کسان دیگه این امکان رو نداشتن که با هموطنان خود بتونن اونها از دریچه دید خود و اتفاقهایی که افتاده مسائل رو مطرح کنن. یک سری مسائل برمیگرده، یعنی اکثر مسائلی که از لحاظ تاریخی است که در این برنامه با شما مطرح میکنیم به دوران اول انقلاب. در کتابی که آقای خلخالی در خاطرات خودش نوشته مجموعه ای از کردار و رفتار شما رو به اصطلاح یا نقطه نظرات شما رو جمع آوری کرده در یک متن که این در سوالات زیادی اینها تکرار میشه و در حقیقت به همین استناد شما 7 بار باقی واقعی، یعنی 7 بار متهم به اعدام شدید که محکوم به اعدام. و من اون متن رو برای بینندگان عزیز و برای شما میخونم که شما در ادامه پاسخ این سوال رو بدید. اون گردآوری نفرموده، اون دعاوی خود رو، اون ساخته های ذهنی خود رو به رفتار و کردار و عقاید من بله نسبت خوانندگان خود معرفی کرده. ایشون در کتاب خاطراتش صفحه 319 میگه، در یک پاراگرافی هست میگه: نهادهای انقلابی همگی برای اسلام کوشش میکردن ولی بنی‌صدر و اطرافیان او همه نهادهای انقلابی مخصوصا سپاه و جهاد را بیرحمانه مورد حمله قرار میدادن. هیئت مبعوث از طرف امام هر گونه شکنجه را در زندانها نفی میکردن ولی بنی‌صدر با تمام وقاحت فریاد میزد که شکنجه در ایران از زمان شاه هم بدتر است. بنی‌صدر در نطقهای خود دولت و مجلس و شورای نگهبان را، شورای نگهبان و شورای عالی قضایی را میکوبید. او قانون اساسی و مجلس خبرگان را قبول نداشت و ولایت فقیه را رد میکرد ولی امام همه این نهادها را قبول کرده و مورد تایید قرار میداد. بنی‌صدر با مجلس سرسختانه مخالفت میکرد زیرا مجلس در خط ولایت فقیه و خط امام و اسلام قدم بر میداشت. شورای نگهبان مورد تایید امام و مبعوث از طرف امام بود ولی بنی‌صدر آن را قبول نداشت و در مورد قانون اساسی هم وضع به همین منوال بود. او با نخست وزیری، منظورشون رجایی است، مخالف بود و با تعیین وزیر برای وزارت امور خارجه و بعضی از وزارتخانه های دیگر مخالفت میکرد. من نمیدونم سوالمو چه شکل مطرح کنم، اگر شما لطف کنید به همین صورت پاسخ بدهید که با کدام موافق بودید و مخالف، و اینکه اگر امروز ایرانی ها بگن ما با بعضی از اینها مخالف بودیم، شما در اون روز مخالفت کردید با سند و مدرک بسیار توت، اگه امکان داره این رو عنوان بفرمایید. شما که اگر طبق همین ادعانامه دادگاه ملی مردم ایران بخواد رأی بده، هر چه رأی بده من قبول دارم طبق همین ادعانامه که این آقا کرده. اما طبیعتا این چون اونا تو مدرسه که میرن فقه و سلام میخونن با منطق شروع میکنن، منطق ارسطو، و خوب ورزیده نشوند در اون منطق نمیتونن مراحل بعدی فقه رو یاد بگیرن طی کنن. اون منطق هم منطق اسمش با خودش منطق سوریش، یعنی محتوا رو میپوشونه با صورت. حالا یکی بکی ببینیم چه محتوایی میگه. میگه بنی‌صدر
با نهادهای انقلاب خصوصا سپاه و جهاد مخالف بوده. خب اولا اینا وقتی تشکیل شدن چه بودن؟ موقت. کی به این هشدار داد که این موقت ها خواهند شد دائم بلای جان میشن و اینا میشن ستونبایی های استبداد ها بنی صدر؟ کی گوش نداد؟ اونایی که ایجاد کردن و اونایی که به کار بودن. افراد سپاه پاسداران قربانیان اول این ستون پایه شدن سپاه هستن. باید اونا چه ابزار زور شدن و به کار میدنن برای اینکه ملت نفس نکشه، برای اینکه میلیاردها ثروتی ملت به باد یغما بره، برای اینکه این کشور به حال روزی بیفته که الان افتاده، موضوع هر بحث و هر گفت و هر شنود و هر تصمیمی در بیرون مرزهای ایران است. علل اصل شما انقلاب میکنید، با گل رو بر گلوله پیروز میکنید. حالا نسل امروز و بسیاری از اونایی که تو انقلاب شرکت کردن و بسیاری از این آقایانی که خود در کودتای خرداد و شصت بودن، همه این گناه ها رو بار این انقلاب بیچاره می کنن که این کلاش انقلاب ده. بذار من عزیز من این کار به انقلاب کرده داشت، انقلاب گل رو بر گلوله پیروز کرد. شما بودید که رفتید گلوله رو آوردید دوباره به حاکمیت نشوندید. شما کجای دنیا یک ملتی انقلاب میکنه در اون انقلاب با گل میره به استقبال گلوله، بعد برای اینکه اون انقلاب حفظ بشود دوباره میگن حافظ این انقلاب اصحه به دست. این نقض این از همون لحظه اول نقض انقلاب بوده، در واقع کودتا بر ضد انقلاب بود. اونایی که این رو تشکیل دادن متاسفانه چیزی نه از انقلاب میدونستن، نه از دموکراسی میدونستن، نه از آزادی، نه از استقلالش بود. اونا قدرت میدونستن و فکر میکردن که قدرت را اگر بخوان از آن خود بکنن لازمش این است که این نیروی مسلح از خود داشته باشه. آقای خمینی به من میگفت شما تا میشود این ارتشی ها یه عمر گفتن جاویدچا اینا به این زودی اونا از چیزا از کلشون در نمیره، این پاسدار مال خودمون، شما به اینا بچسب و من سفارش میگم. خب حالا من بهشون چی جواب دادم؟ جواب دادم اولا اون ارتشی ها با انقلاب مقابل شدن، بعد به انقلاب رو پذیرفتن، بعد اعلامیه دادن به طرفی و اگر اونا حاضر نمیشه به اصطلاح این روش به کار نمی بردن انقلاب به این زودی به این ترتیب بی خرابی بی ویرانی بدون کشت و کشتار نتیجه نمی داد. و این در قدردانی نیست ما از رفتار اونها بکنیم به این که شما چون این کارا رو کردید پس حالا سرکوب بشوید. یک دو اینکه انسان درسته که نقش داره، نقشش هم مهمه، اما این ساختار رو باید عوض کرد تا این ارتش نتونه کودتا کنه، کودتا چی نشه، در خدمت دفاع از ایران باشه. به این فکر باشید بله اینکه شما بخواید بگید اون چون جاوید چا گفته اون بده، این چون خمینی رهبر گفته خوبه. نه، این الان خودش رو به اصطلاح مشروع صاحب انقلاب و همه اینها میدونه، راحت زور میگه، حالی که اون الان در موقعیتی نیست که زور بگوید. و ما بهتره که این ساخت این دستگاه اداری ساخت ارتش اینها رو تغییر بدیم که اینها متناسب بشن با حاکمیت مردم. خب اونها نه این که نمیخواستن، که اونها قدرت میخواستن، قدرت هم ستون پایه میخواست. این ستون پایه ها ساختن اول
گفتن نه موقته، حالا موقت شده برای جان مردم دائم ابدی. دادگاه انقلاب موقت دائم شد، کمیته ها موقت که شده نیروهای انتظامی، سپاه پاسداران موقت که شده الان حاکم کشور، بسیج موقت شده دائمی، جهاد سازندگی شده جهاد ایرانگری، وزارت خانه و اینا پیدا کرد و با اون وزارت کشاورزی شده یه مجموعه، یه دیوان سالاری که اون زمان فرض کنید که 2 میلیون بوده حالا شده 6 میلیون، هرچه بوده 3 برابر، الان رقم ها درست تو ذهن من نیست، شده 3 برابر. و این اون چه درآمد نفت این دستگاه عظیم میبره، کمم میاده که این کسر بودجه هاست که میبینی، و این وضع اقتصادیش که به بار آورده و این مافیاهای نظامی مالی که دارن میخورن و میبرن، درست؟ نه. پس بنی صدر اگر مخالفت کرده است، مخالفت با افراد و نمیدونم سپاهی نبوده، موافقت با انقلاب ایران بوده، با حقوق یک ملت بوده، با اینکه ملت در استقلال آزادی رشد بکند، و اینکه فرصت این که یه نسلی پیدا کرده این یه اسلحه ندن دستش به شغل آدم کشی بکمارن، بگن این مرزها به کار بنداز، اما کشور تو بساز. اینکه حالا ما اون وقت ترکیه با ما در چه وضع بوده، الان نگاه کنید ترکیه در چه وضعیتی، از لحاظ بیشتر ما در چه وضعیتی هستیم، تازه اون نفت داره ما داریم. و همینطور میگوید مخالف ولدفقی بوده، خب مهربانه بوده، تا توی مجلس قبرکان من گفتم مخالف ولدفقی هم 9 دلیل هم آوردم، گفتم دو تا از این 9 تا آقای طالقانی گفتن که الان ایشون نشستن اینجا، ازش تصدیق خواستم، تصدیق کرد که برای این دو تا دلیل از من است. خب ارائه کردم اونجا، جواب دادید شما به اون دلائل؟ نه، هنوز هم ندارید جواب، برای این خود جمع کردید دیگه، هم چیزی تو اسلام نبوده که، شما ساختید اینا رو. این 14 قرن هیچ کس نفهمید که این در اسلام ولدفقیه هست یا نیست، شما کشف کردید. او دوره قاجار یک ملا احمد نراقی این المستند رو نوشته در باب همین ولدفقی، اونم برای این که توجیه کند سلطنت فضلی شاه را، که اون از فقیه اجازه بگیره حق داره مشروع حکومتش بر ایران، مشروعیت بخواسته بده به اون سلسله قاجاری. حالا شما اینه کردید دستاویز که مثل اینکه حکم قول آقای خمینی چیز حکم اول اسلام هست که حاکم بر بقیه احکام دین هم هست، به قول آقای آذری قومی میتونه توحید هم تحلیل کنه، خدا را بفرسته مرخصی. اینا جعلیاتی است که شما کردی، اینم نتیجه شه، اینم نتیجه شه. شما اگر این چماق نبود، اسلحه نبود، واقعا این ملت اینقدر خار خفیف شده که ولایت مطلقه بدهد به یک روزخان که هست بگه هست و نیست من در ید اختیار توست، که ممکن نبود هم چیزی. اما مهمتر از همه اینها، اختیار دو جوره، یه وقت به شما اختیار میدن برای که کاری انجام بدید، یه نوع وقت اختیار به شما میدن برای که زوری بگویی. این دوتا یک طبیعت نداره. فرض کنید الان رئیس جمهور فرانسه اختیارات دارد، صدر اعظم آلمان اختیار داره برای انجام یک کارایی، میگن آقا این شغل این تصدی میکند این کارها رو، بابا برای تصدی این کارها این اختیار داره. این آقای ولی فقی تصدی میکند چه کاری رو؟ که اونجا تو قانون اساسی کجا گفته که ایشون تصدی میکند؟ مثلا فرض ببرمایید که اداره اقتصاد کشور رو تصدی میکند امور شرعیه مردم رو، حتی
هم چیزی هست؟ نیست. خب این اختیارات برای چی داره ایشون؟ این از نوع دومیست. اینا فقط کاربردش در زور گفتنه. این ضد اسلام که در نه اکراه حدت نیست، در دین اکراه نیست. نه معناش این است، تنها این است که یکی از معانیش این است که کسی رو به زور نباید به دین آورد، اما معنای مهمترش این است که این دین خالی از زور است، این روش زندگی بدون زور است. نه بخواست آیین زور مداری و زور گفتن و زور شنیدن تا بخوای تو دنیا و مرام وجود داره، احتیاج به پیامبر خدا نبود. خب آقا این آقای خمینی چند بار از این اختیارات بفرمایید بگیم اون چند بار از این اختیارات در غیر زور گفتن به کار برده؟ شما همین آقای، این آقای که الان جانشین اوست، شما تو این دنیا نگاه کنید، این همه مسائل بشر داره و واقعا این مهمترین مسئله این گسترش خشونت در این جهان است. این همه تولیدهای ویرانگر، حالا جنگ ها هست، آسیب های اجتماعی در همه جا هست، این مواد مخدر و و و و برای مثلا بنشینه این آدم که خب حالا این صوت بر مثلا در جهان چجوری میشه برقرار کرد؟ فکر دیگه عرض کنم به شما از خشونت چگونه می شود در جامعه کاست، در سطح جهان چگونه می شود کاست. عرض کنم به شما چگونه می شود انسان رشد بکند بدون اینکه تخریب بکنه. اول 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 تو همه به جای همین اصلا رفته چی؟ جنگ ابتدایی را آقای فقیه می توانه بکنه یا نمی توانه بکنه؟ به این نتیجه برسد که می تواند بکنه؟ این تمام ذهنش رو یه پر کرده خشونت، برای اینکه این اختیارات این بیچاره کرده این آدم رو. این اختیارات کاربردی جز در زور ندارد. خب این باید برای این روش پیدا کنم، اینه که دائم همچه زبان باز میکنه دشمن، نمیدونم هدف معین میکنه دشمن، یا دشمنی میتراشه که باید رأی فقهی پیدا میکنه جنگ. هدف انقلاب ایران اینا بود؟ این دشمنی که اینا با اسلام میکنن هیچ کس در طول تاریخ نکرده والله. خب برای شد با اینا مخالف بود و هست. اینا مال این ولایت فقیه که اینا با گفته مجلس و نخست وزیری رو نمیدونم اینها هم، اونی که این آقا نمیگوید میگه با قانون اساسی مخالف بود، قانون اساسی مجلس رئیس جمهور بود در اون قانون اساسی، حالا که این آمدن تفسیر فرمودن شورای نگهبان گفته است که فقط در قوه اجرایی. اصلا این میگه من خنده میگیره، من که هر خنده داره. رئیس جمهور قانون اساسی میگوید، مجری قانون اساسی میگه فقط در قلمرو قوه اجرایی. چطور مثلا در قوه مقننه در قانون اساسی نیست؟ قوه قضاییه تو قانون اساسی نیست؟ این آقای رهبر تو قانون اساسی نیست؟ اینا اگر نقض قانون کردن این رئیس جمهور باید واسه مثل مجسمه تماشا کنه؟ اونجا دعوای اصلی همین بود که بر عهده رئیس جمهور گذاشتن اجرای قانون اساسی. آقای خمینی 75 نوبت تجاوز به قانون اساسی کرد، نقض کرد تا وقتی که من بودم. بعد که اون دانشجوها در آوردن 300، بعد از اون تاریخ تا اون زمانی که بهش نامه نوشتن 300 وارد شده بود. این مال خود اون آقا. این آقای هاشمی در نماز جمعه گفت، مال چیز ما رفتیم پیش امام گفتیم این که نشد، یعنی برسد شد رئیس جمهور. او به ما گفت که شما برید مجلس رو در دست بگیرید. اجازه تقلب بهشون داد در مجلس. من هم از مردم ایران خواستم به این که هر جا دیدید انتخابات آزادی شرکت نکنید. نتیجه این شد که 28% 6 میلیون و 600 هزار نفر
در انتخابات مجلس شرکت کردن. تازه در اغلب این حوزه ها هم این آقایان تقلب کردن، 10 هیئت ناظر معین شد به هر کدوم ریاست یک قاضی دیوان کشور، با اونها گزارش دادن که این انتخابات تقلبی است. حالا قرار شد به اینا رسیدگی بشه، اینا دیدن که با رسیدگی اینا تقلبا روش رو همه اینا باطل میشه و رفتن سراغ آقای خمینی حکم آوردن که همین ها که با همین ها که انتخاب شدن اینها باید که مجلس تشکیل بشه. من با آقای خمینی گفتم شما هم چه حرفی؟ گفت بله. گفتم خب این انتخاباتش تقلبه؟ گفت باشه، مردم رأی ندارن. ما اینا برای خاطر که دنیا نگرد استبداده من اجازه میدم. ایرادی که انتقادی که خود بر خود وارد دانستن در کتاب خیانت به امید این است که من نمیباید میپذیرفتم. اون وقت گفتم با آقای خمینی حالا دعوا بکنیم سر مجلس و بعد جنگ هم که داشت تدارک میشد حمله به ایران بشود، ایران سقوط کنه، بگن ایران رو برباد دادن، اینا اونجا تو تهران دعوا میکردن سر اینکه کی مجلس بشه کی نشه. گفتم بسیار حالا این یک اشتباه. حالا همین آقا بزرگوار نخست وزیر تعمیر کرده، پس مجلسی تو کار نبود، نخست وزیری هم تو کار نبود، گماشتگان آقای خمینی تو کار بودن. یک مجلس قلابی گفتم 28% مردم شرکت کرده بودن، نصف به علاوه یک بگیری میشه 14%. این مجلس معرف 14% بود، یه مرحله دومش هم هنوز انجام نگرفته. خب شما میگید که یه همچه مجلسی رئیس جمهوری که مجری قانون اساسی باید میپذیره؟ نه نمیباید میپذیره. خب اون مجلس چه کار کرد؟ کودتا. تو دنیا ببینید که چند بار شده که یک مجلسی که قاعدتا باید نمایندگی از مردم بکنه در برابر کودتا بیسته، خودش کودتا چی شده؟ این نوبر مجلس اول این رژیم است. کودتا بر ضد منتخب اول تاریخ ایران. این یک ننگ تاریخی و ابدی است. هیچ وقت پاک نخواهد شد. بعد چی کار کرده؟ کشتار زندانی و اعدام ها، ادامه جنگ، پیدایش مافیاها و این وضعیت که تا امروز ادامه بده، سازش پنهانی با امریکایی ها اکتوب سپرایز بعد ایران گیت، ادامه جنگ به 8 سال، یک نسل ایرانی رو قربانی کرده چون یا در جنگ نبده شدن یا فرصت رشد رو از دست دادن. 8 سال دیگه، 8 سال جوان چقدر فرصت داره برای رشد؟ شما از بگیرید از 18 سالگی تا 8 سال میشه 26 سالگی. این دور از تحصیل اگر بخواه بکنه در این دوره باید بکنه، عرض کنم به شما فن و هنری باید یاد بگیره، باید در این دوره اینا رو از دست داد دیگه، یه نصف رفته دیگه. البته یه محکومه دیگه هم که به شما دادن اینه که در این متن اومده که چرا شما اعتراض کردید به شکنجه ها در ایران. خب اصلا شکنجه هست برخلاف حرف آقای خمینی، برای اینکه آخه یه فیلمی از این آقا، همین آقای خلخالی آوردن پیش من، این آدم ها رو به صف بود، این آقا از بیرون آمد رفت نشست پشت یه میزی اونجا، تمام اسم و رسم این بدبخت ها رو برگان شد، یکی یکی می آمدن جلو میز این آدم، باید این نگاه میکرد از اون میکرد اسم و رسمشی رو حکم داده میکرد 5 سال بیاد بدبختی به قیافه شد دیگه، حالا چی تو ذهن اون چی بیاد، 6 سال 10 سال همینجور می نوشت می داد دست این بدبخت ها می بردن این رو زندان. این طرز محاکمه این آقای بزرگوار که اون خودشم تو مجلس گفت که با اون جانشینانش گفت من همش 550 تا رو اعدام کردم، شما که گله گله اعدام میکنید. بله این هنر این آقا این بوده که به قول خودش 550 تا اعدام کرده. ترتیب محاکمش هم اینجور بود که من دعوت کردم از روحانیون و که آمدن در اون محل کار رئیس جمهوری
اونجا فیلم نشون دادن ندیدن. گفتم لطف کنید برید به آقای خمینی اون چرا که دیدید بگویید. این قضاوت در اسلام اینه؟ حالا اون شکنجه ها را هم که 400 عکس از شکنجه شده ها من دادم به کی؟ به عفو بین الملل. اونا گفتم که نگید از کی گرفتید، نماینده شما حضور ایران، و برید اعتراض کنید، برید اعتراض کنید، برای اینکه این اگر شکنجه در ایران پا بگیره غیر ممکنه که ما بتونیم در این کشور آزادی داشته باشیم، استقلال داشته باشیم، این مردم بتونن راش کنن، این امر ناممکنه، باید این از میان برداشته بشه. خب بعد در میدان آزادی گفتن 6-9 زندان بود و شکنجه ها بنار گفتن. این آقایان گفتن که آقای خمینی هیئت بلند کرد که به شایعه شکنجه رسیدگی کنه. یک شخصی از اینها به اسم آقای بشارتی که بعد شد وزیر آمد پیش من گفت که ما رفتیم دیدیم که اون چه به شما گزارش شده یک اصل هم نیست. گفتم خب چه عالی، برید گزارش بکنه که این شکنجه ها این مقداری از اون شکنجه ها هم گفت. خودشم از که اهل قزوین بود گفت در قزوین این شکنجه ها که میکنن و جاهای دیگه اینا شرط داد بود. گفتم نه ما نمیتوانیم. گفتم چطور نمیتوانیم؟ گفت به ما دستور دادن شما گزارش کنید که نیست، شایعه دروغ است، نیست. گفتم آخو خدا اینا همش کش که حالا جرأت کنید و حقیقت رو بگید. گفت آقا ما میگوین آقای امام مصلحت رو در این میبینند، مصلحت دین و مصلحت کشور در این است که ما تکذیب کنیم. البته هنوز همون شکنجه ها خیلی بدتر داره وجود داره دیگه. همین شماره اخیر انقلاب اسلامی حدود 42 شاید هم بیشتر نوع شکنجه در زندان های ایران رو فهرستش انتشار بده کرد. نمیم این بوده. بنابراین این که این آقایان اینطور خاطرات می نویسن اینا همه نه به لحاظ شخص من تنها، به لحاظ این ملت باید که مفتخر باشه که صاحب تشخیص، صاحب انتخاب این بشریت ببینه که این ملت رشیده. هیچ وقت نشده که این ملت انتخابش غلط در آمده باشه. مصدق غلط در آمد، مدرس غلط در آمد، ولی صدر هم غلط در نیامد. شما اینطوری میگه آقای خمینی هم همین ملت برگزیدن، حالا نرفتن پای صندوق، ولی خب برگزیدن، صحیحه. برای اون کاری که اون ملت میخواست بین روحانیون الحق و انصاف بهتر از اون نبود، چون برای اینکه نایستادن که او ایستاد، چون مثلا حق رو باید گفت، این ایستاد. اما وقتی یه ملتی انقلاب کرد باید حواسش هم جمع باشه. انقلاب نکرده که یه آدمی برداره یکی دیگه بذاره جاش، بگه که هرچی هم اون کم زور نگفته حالا تو به اسم دین بگو. اونجا کنم ملت، حالا فرض کنیم فردا اوضاعی هم تغییر کرد، در این اوضاع جدید فرض کنیم مردم بنشد زنده بود و بنشد اقبال کردن، جایزه؟ درسته که این مردم هرچی اختیار دارم بدم به بنشد بگم هرچی بخوای بکن؟ نه نادرسته، ولو مطمئن 100 درصد هم باشن که بنشد زور به کار نخواهد بود. اما شما چی؟ شما مردم چی؟ باید اختیار خودتون رو باید از خودتون نگه دارید بابا. این که من فرشتم به شما چه مربوط؟ وقتی شما اختیار زور گفتن دادید به یک کسی، خب زور خواهد گفت، فرشتم باشه میشه دیو. خیلی ممنون از این فرصتی که دادید. سوالات زیادی داریم که در جلسات آینده حتما با شما مطرح خواهیم کرد. خیلی ممنون. انشاءالله.